رادیو همراه، بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. ببخشید آقای دکتر، من میدونم شما خیلی فرصت ندارید تونتون سوالامو چند تا سوال میپرسم ازتون. اول یکیش برای اینوستمنت هستش که میخواستم ازتون بپرسم که یه مشورتی بکنم که چون اخیرا از ایران اومده بودم، با خودم یه مقداری نقدینگی آوردم که اونجا از تبدیلش کردم به در واقع اسکناس و دلار رو با خودم آوردم. اینجا به من گفتن، چون اعلام نکردم توی ایرپورت، به من گفتن که اگه بخوام اینجا استفادهش بکنم بعد ازش مالیات کم میشه. من فکر نمی کنم. اولا مشورت کنید، من با جنبه قانونی و غیر قانونی موضوع کاری ندارم، ولی کسی با اینکه شما این پول رو از کجا آوردید، ببینید، اگر شما وقتی که آوردید اعلان نکردید و وارد شدید یه گذشته. اینکه کسی الان به شما بگه این 20,000 دلار یا 200,000 دلار از کجا آمد و نیومد، معمولا دلیلی براش نیست. و تازه هم به هر حال بر فرض محال در مقابلشون یه جریمه ای میتونه تعلق بگیره اگر چی بشه. من فکر نمی کنم، در حدی که من میدونم. بذار اینجوری بهتون میگم، بیاد وارد این بحث نشیم رو خط رادیو، چون اصلا کار شما از 100 مورد من فکر نمی کنم 99 موردش کسی با کسی کاری داشته باشه. به خاطر اینکه توی بانک به من گفتن که اگر از 10,000 تا شما بذارید ما باید به اداره آیارس. نه نه، اون ببینید عزیز، نه صبر کنید. شما اولا میتونستید 9,000 بگذارید، ولی شما اگر 10,000 بگذارید، گرچه اونم ممکن 10,000 بگذارید، خبر میدن فقط برای اینکه اونا خبر داشته باشن و نگرانیشون هم در جهت پولشویی و مسئله تروریسم عزیز اینه که بعدم تازه مهم اینه که من نمیخوام باز مبلغشو بگی، به اینا کاری ندارن. یعنی کاری که شما کردید حد اکثرش یک جریمه که خیلی سنگین نیست که نقدی داره. تازه میتونید با یه وکیلی که در این زمینه هست مشورت کنید، ولی کاری هم الان دیگه قرار نیست بکنید. بنابراین میگذارید مثل آدمی است که تون رفته، حالا که پلیس نبوده نگرفتتش دیگه با چی کار کنید؟ اگه به نظرتون من اینو یه جوری چنجش کنم و ایران یه دونه مثلا آپارتمان بخرم، به نظرتون درسته یا توی امریکا نه؟ حتما اون کار غلطه. شما پولی رو که اینجا آوردید حالا میخواید دوباره برگردید ایران اونجا بخرید؟ یعنی به نظرتون پس اینجا ازش استفاده کنم؟ ببینم. ببینید، شما با یه ثبات و قرار اقتصادی اینجا روبرویید که در حد بین 4-6% سود رو میتونید انتظار داشته باشید در حالت عادی، بدونی که بخواید ریسکی و خطری رو قبول کنید. تا یه ذره بیشتر کرد بخواید مدت بیشتری پول رو در یه جا لاک کنید یا اگر خونه چیزی بخواید بخرید. بنابراین به هر حال چرا امریکا؟ ببینید، امریکا پولش پول جهانیه. حتی چینیا و روسا هم ترجیحشون این است، جز در مواردی که بحث سیاسی باشه، که دلار باشه. تازه تمام ای بسا درصد بالایی از تمام بدهی‌های امریکا طلباشون رو چینیا دارن. یعنی یه پول پرقدرتی است که از یه ثبات و قراری برخورداره. ظرف مثلا 10 سال یا 20 سال گذشته چه تغییری پیدا شده؟ امسال اولین سالی است که به دلیل تورم به هر حال کمی این ارزش پایین آمده، ولی با توجه به مشکلی که در سطح جهانی است و تورمی که در بقیه کشورها خیلی از اوقات بیشتر از اینجاست، عملا اتفاقی نیفتاده. یعنی شما دلار 5000 تومان آورده باشید، 10000 تومان، 20000 تومان، 25000 تومان، هنوز اینجا دلار شما الان شاید نزدیک 30000 تومانه. بنابراین حتی در مقام مقایسه با کشورمون که برای ما مهمترینه، به هر حال پولی است که جنبه بین‌المللی داره، قدرت اقتصاد امریکا پشتشه. وارد بحثش نمیخوام بشم، ولی اینکه شما جابجا کنید دوباره برگردونید، من فکر کنم انتخاب درست است. اوکی. بعد اگر بخوام اینو به عنوان منبعی که بتونم ازش کسب درآمد بکنم، شما چی پیشنهاد میکنید؟ من نمیدونم آخه شما، آخه ببینید عزیز، کسب درآمد مهمش اینه که شما، نمیخوام وارد جزئیات بشم، چه مقدار پول دارید، چه انتظاری دارید. اگر شما مثلا میخواید با این پول از سودش استفاده کنید، مهم اینه که روی چی حساب کنید. بذار من به شما یه چیز بگم. ببینید عزیز، شما میتونید در شرایط وضعیتی خودتون قرار بدید، همچنین یه ذره پیچ در پیچه،
که یک بهره یا سود 5-6% بگیرید. بنابراین در مقابل 100 هزار دلار 6000 دلار در سال ماهی 500 دلار بگیرید. حالا اگر شما با 100 هزار دلار که مثلا دارید ماهی 500 دلار زندگی شما رو میچرخونه، که حتما نمیچرخونه، خب شما میتونید این رو در یک حسابایی بذارید با یه همچین بهره ای رو بگیرید و باید زندگی کنید. یا میتونید این 100 هزار تا رو، البته برمیگرده به شرایط خاص مالی خودتون یا دوستانی که دارید، در یه مسیری بگذارید که مثلا این 100 هزار تومن رو به مثال اگر خواهر شما اینجاست یا برادری، کسی بهش کاملا اطمینان دارید که خوشبختانه مسئله‌ای هم برای اونا نیست، 100 هزار دلار شما رو بگیرن یه خونه 400 هزار دلاری بخرن، اون خونه 400 هزار دلاری رو اجاره بدن، 300 هزار دلار وامشه، یه پولی میمونه زمین، هر سالم 4-6% به قیمت خونتون اضافه میشه رو 400 هزار دلار، یعنی ماهی 2000 دلار هم اونجا به دست میارید، برای که 400 هزار دلار 6% باشه در حقیقت 24 هزار دلار میشه. نوعی سرمایه گذاری در امریکا برای یه چیزایی خیلی مشخص و معینه که بهترین کجاست. و اگر شما با این همه دوستانی که در کار مشورت های مالی هستن باشون صحبت کنید که وضعیت مالی شما رو بدن، چون یه سرمایه گذاری برای یه نفر درست درست و برای یکی دیگه غلط غلط، یعنی اصلا چیزی به اسم سرمایه گذاری درست و غلط یا خوب و بد وجود نداره. وضعیت مالی انتظار شماست، توقع شماست، امکاناتی که شما دارید، اون اطلاعات باید وجود داشته باشه. ولی همینقدر که شما من بگید صلاح اینه که من در ایران خونه بخرم و منتظر افزایش قیمتش باشم و صلاح اینه که در امریکا بخرم، امریکا بهتره، اگر پد امریکا باشید. اگه ایران باشید خب معلوم همون ایران برای شما بهتر خواهد بود، ولی اینکه من در امریکا در ایران خونه داشته باشم یا در ایران در امریکا خونه داشته باشم معمولا اشتباس، مگر اینکه یه پول بسیار دارید که حالا این پول اگر تغییرات کم یا زیادی هم کرد براتون مهم نیست. مطلب دوم فرمودید؟ خیلی ممنون. مسئله دیگه ای بود که شما توی یکی از بحثاتون گفته بودید مسئله مهروکین برمیگرده به اینکه اون بچه، حالا دختر یا پسر، با مادرش ایراد داره. نه نه با مادرش نه 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 بیشترین مادره، ولی خب ما نقش مادرمون معمولا در جامعه ما خیلی بیشتر. ببینید کودک انسانی، اولا یک مغز انسانی با لذت و درد کار میکنه، هر کسی که بهش لذت بده میگه خوبه و دوستش داره، هر کسی بهش درد بده میگه بده و ازش بدش میاد. حالا پدر و مادرها مهم اینه که نسبت بکن و نکن و باید و نباید و قرقرو بودن و سرزنش کردن و انتقاد کردن و انتظار داشتنشون چند روز است. اگر مادر و پدر من، حالا مقصد در زمین مادر فرض بفرمایید، 100 دفعه منو تشویق میکنه، 5 دفعه منو تنبیه میکنه یا مانع هم میشه، من اون نوراتیک انگزایتی استراب عصبی رو پیدا نمیکنم و مهرکین در من رشد نمیکنه، یعنی مهر برای خودش کین در حد. ولی اگر من یه مادر و پدری دارم و مخصوصا مادری دارم که با کن و نکن و باید و نباید و سختگیر و بدبین و منفی و اینا هست، زمینه ای رو فراهم میکنه که این نسبت مثلا بشه 30-70، یعنی من 70 بار احساس کنم مادرم خوبه، 30 بار احساس کنم حالت هم مادرم بده، و اینجا مهروکین رو به هم گره میزنه و نوراتیک انگزایتی که به وجود آمد زمینه ای فراهم میکنه که من هر کسی رو که دوست دارم و عزیز منه به مجردی که دردی، رنجی و یا عدم اعتماد و اطمینان یا ابهامی رو برای من به وجود بیاره، من از مهر میرم به کی. این همون چیزی که من بارها عرض کردم به پسرم و دخترم میگم درس بخون، قربون برم بشی درس بخون، کارتو بکن، هو میذارم تو سرت. این همون جابجاییه. یا مادر و پدری که در جامعه ایرانی فراوونه، وقتی بچهشون دیر میاد، کسی براشون عزیز مهمه، اهمیت فوق العاده داره، وقتی دیر میاد خبر نمیده، یه دفعه فکرن تصادف کرده و مرده. درسته که این خیاله، ولی این خیال که از اضطراب عصبی مادر میاد برمیگرده به این که حالا که این کسی که عزیز منه، که من دوستش دارم، منو رنج میده، پس ازش متنفرم و ازش متنفرم، پس تصادف کرده. به همینجاست که متاسفانه وقتی شما به من میگید من وقتی بچه‌ها دیر میام ناراحتم، نمیدونم نگران میشم، تلفن میکنم، نمیدونم خوابم نمیبره، باید بگم شما نوراتیک انگزایتی دارید. علتش هم این است که شما از مهر میرید به کی. بچه دیر اومده که دیر اومده، از 400 هزار تا بچه که در امریکا بیش از یک ساعت دیر میاد یکیش تصادف کرده، پس اصلا جایی برای خطر و نگرانی نیست. ولی وقتی که اینجوری فکر میکنید، خب اون اضطراب نوراتیکه که در نتیجه مسئله است. چی میشه که بچه این مامان مثلا میشه الکلی؟
نه بچه مادر، ببینید بچه وقتی با مادرش مسئله داره و مهر و کین داره، مرد اگر باشه احتمال الکلی بودنش هست، دختر اگر باشه معمولا در جهت روابطشه. بنابراین مردان الکلی معمولا کسانی هستند که مهر و کین رو با مادر داشتن، اگر قصدتون اینه. همین. ولی در خصوص بله، دختر نه. سوالم همینه که چی شده که مثلا اگه این هرچی اتفاقی افتاده و چی کار مثلا یکی بکنه که وقت برای نه بچه خودش این اتفاق نیفته. نه صبر کنید عزیز من. مورد اول این است که شما قرار نیست بچه بکنه نکنه، باید و نباید بگی. من تو زندگیم هیچ وقت به بچه هم نگفتم درس بخون، هیچ وقت نگفتم این لباس رو نپوش، هیچ وقت نگفتم این کار بکن. حتی در جهت خوابی که شما میگید، بچه های من کوچک بودن، اینجا با دوستاش بودم، حرف من این بود که شبا هر وقت میخواید بیاید به یه شرط که منو بیدار نکنه. من نگرانشون نبودم، نه بچه های بدی بودن، نه دوستان بدی داشتن، نه جایی بدی میرفتن، نه کار بدی میکردن. اتفاق همیشه میتونه بیفته، ولی دلیل نداره که من نگران اونا باشم. اونا از من رفتارشون منطقی تر، عاقلانه تر، آگاه تر بودن، برای که اینجا متولد شدن، اینجا بزرگ شدن، با دوستاشون تو کشوری بودن که میشناسن. بنابراین رعایت اصول رو خیلی بیشتر از من میکردم. برای اگرم نمیکردم من کاری نمیرسم بکنم. مهم اینه که من در درونم این حالت دوگانه رو نسبت به بچه هم نداشته باشم. من وقتی که در زندگیم حالت دوگانه رو دارم، از مهر میرم به کی؟ به مجرد که برادرم یه ذره بدی کرد میندازمش دور. در حالی که اگر من مهر و کین نشه، خب برادرم بدی کرد، کرد اشتباهی که کرد کرد، من میرم سراغش، من یه ذره فرصت بهش میدم، یه روز تلفن بهش نمی کنم، محلش نمیذارم، فردا خودم بهانه پیدا میکنم، میرم زنگ میزنم و ماجرا تموم. سوال بعدی اینه آقای دکتر، بیماری دو قطبی رو آیا امکان داره که با تست تشخیص داد و چه تستی و اختلال شخصیت رو و چه تستی؟ نه صبر کنید، نه صبر کنید. بیماری دو قطبی رو اولا با علائم و نشانه میشه تشخیص داد عزیز، برای که اولا افسردگی از نظر من 30 تا علامت و نشانه داره، در بزرگسالان، کودکان، نوجوانان متفاوته و 3 تا علامت فیزیکی داره، اینقدر که بیش از نیمیش 2 هفته ادامه داره میشه دیپریشن. بنابراین یه اطلاعاتی که شما به هر روانشناس و روانپزشکی بدید میتونن جواب رو به شما بدن. در خصوص مسئله منیک، شیدایی، سرخوشی هم غالب اوقات با یه توضیحی با 16 تا علامتی که داره به راحتی میشه تشخیص داد. یعنی تشخیص خیلی ساده ایه، یعنی چیز پیچیده ای نیست، مخصوصا وقتی مورد شدید باشه. وقتی خفیفه خب با چیزهای دیگه میتونه اشتباه باشه. اما یه تستی مثل تووا به دلیل اینکه گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس رو نشون میده، تکلیف اون رو هم تا حدودی روشن میکنه. بنابراین من فکر کنم در یه گفتگوی 2 ساعته با هر روانشناس و روانپزشکی تشخیصی با احتمال 90-95% میشه داد. یعنی برای مثلا تست MMPI یا این تست MMPI نه تست MM نه نه تست MMPI البته اونم یک گرایش ها رو نشون میده، ولی تست MMPI برای در حقیقت اختلال شخصیته، یعنی برای اون 10 تا شخصیتی است که به یک اعتبار میشه گفت سالمن یا پرسونالیتی دیسوردر هستن. و اونها اتفاقا تست MMPI در این زمینه فوق العاده دقیق و خوبه. این نوع دیگرش از MMCI که اونم کمک میکنه. البته تست MMPI در برخی از جاها حتی خلاصه اونو میدن که من با خلاصهش کلی راحت نیستم، برای که تشخیص دقیق مال تقریبا اون 500 خورده ای سوالی است که شما جواب میدید. و ضمن میدونید این تست یه هستش هم اینه که حتی به قول معروف دروغ رو چک میکنه، که اگر شما یه مقداری حرفایی که زدید یا دروغ گفتید یا واقعا توهمی داشتید، که گرچه خود توهم رو یه جور دیگه نشون میده، ولی میتونه بگه که این آدم خیلی در پاسخگویی صادق نبوده. برای که مثلا سوال شماره 3 و 7 و 11 و 22 رو شما باید میگفتید نه، ولی تا سوال 43 رو بگید بله. اگر سوال 43 رو گفتید نه و اونا رو نگفتید نه، اون موقع سیستم در حقیقت میزنه که این آقا به کمکی هم دروغو داشت داره. بعد به نظر شما بهترین درمان و سریع ترین درمان برای کسایی که اختلال دو قطبی دارن یا اختلال شخصیت چه روشیه و آیا باز نه اختلال نه اختلال دو قطبی نه نه اولا اون بیماری روان اختلال نیست، منیک دیپرشن دو قطبی بودنه، اون دارو درمانی و روان درمانی میخواد. اختلال شخصیت اصلا یه قصه دیگری است، برای که بسته به اینکه کدومی که از انواعشه.
یه زمانی هست که شما فرض کنید اسکیزوتیپال یا اسکیزوتایپال پرسونالیتی دیسوردر دارید، اون یه ماجرایی است که مربوط بدون دارو نمیشه. یه زمانی هست که نه، شما مثلا شخصیت وسواسی مجبور دارید یا شخصیت وابسته دارید، دیپندنت پرسونالیتی دیسوردر دارید، اونا تقریبا اصلا داروی احتیاج داره. یا شاید اولی مثلا به دلیل اینکه ریشش در استرابه مثلا دارو درمانی بخواد. ببینید این درست مثل اینکه شما من بگید با شکستگی پا و مشکل پیرچشمی و یا زخم روده و معده یه جواب بدید کدام راه. اینا بیماری های مختلف و متفاوت هستن. بنابراین من نمیدونم، اگر قصدتون پرسشی است به صورت عمومی مسئله است، اگر راجب فردی و کسی هست روی همون توجه و تمرکزه، چون در اینجا اینکه 20 سالشه یا 70 سالشه متفاوته، اینکه حتی زن یا مرد متفاوته، اینی که بچه داره یا نداره مهمه. یعنی ببینید اون اطلاعات برخی از اوقات به مقدار زیادی همون اندازه اهمیت داره که علائم کلینیکی یه بیماری هست. اینه که اگر نه که الان تو این برنامه چون که گذشت، ولی اگر یه موقع خواستید درباره یه موضوع که چه باید کرد یا چه میشه کرد، درستش این است که گفتگو کنید. ولی چون یعنی این مسئله مطرح کنید، فقط مایلم اینو بگم، معمولا خطری که آدمای دو قطبی دارن این است که اختلال شخصیتی هم داشته باشن، یا بسیاری از اختلالات شخصیتی با خودشون زمینه استراب، افسردگی و یا حالت شیدایی و سرخوشی رو موجب میشن یا تشدید میکنن. بنابراین من مثلا وقتی میدم یه کسی منیک دیپرشن داره دو قطبیه، یه ذره دقت میکردم که آیا شخصیت مثلا خودشیفته هم داره، هیجانی هم داره، و آیا خب بعد این خطرش چیه که میگی؟ یعنی چی که مثلا کسی که بیماری دو قطبی داره، خب دیگه خب اون دیگه این درست مثل این که طرف هم از یه طرف کور، چشمش نابینا شده، هم پا شکسته، خب معلوم مشکل پیدا میشه. خب برای همین آدمی باید چیکار کرد؟ عزیزم شما یه چیز عجیب و غریبی دارید. آخه یعنی شما یه سوال عجیب و غریبی میکنید. نه نه اصلا مسئله بزرگ نیست. یعنی چی باید شما من بگید راجب کی حرف میزنید؟ نه راجب کسی حرف میزنن؟ نه نه اصلا ولش کنید. الان که به جایی نمیرسیم، عرض من این است که نه، پیشنهاد من خدمتتون اینه که یه دفعه دیگه صحبت میکنید. اون آدم مهمه. گفتم اینکه 20 سالشه و یا 50 سالشه مهمه، اینکه زن یا مرد مهمه، اینکه تازه یه ماست اومده از ایران یا اصلا در اینجا متولد شده، بچه اوله یا بچه هفتمه، همه اینا مسائل مهمی است که در جهت موضوعش مطرحه. ولی اینکه یه کسی این دوتا رو با هم داره، خب متأسفانه چون اینا هم دیگه رو تشدید و تقویت کردن مسئله است. مثل که آدمی که پول نداره مدرسه هم نمیره، حالا که مدرسه نمیره بعدن باز درآمد نخواهد داشت. یعنی اینا میدونید هم نقش علت رو بازی میکنن، هم معلول رو، و روی هم تاثیرهای متقابل متعاکس دارن. و بعدم مسائل این چنین عمیق و سنگین ابدا جواب نداره. مثل اینکه من میگم تو 30 ثانیه من بگید چگونه میشه ازدواج خوبی داشت، یا من بگید چگونه میشه فرزندان خوشبختی داشت، چی میتونه به شما حتی تو 10 ساعت هم جواب بده؟ میدونید اونا رو اصلا به این صورت مطرح نکنید عزیز. و تو زندگی مهم اینه که آدم مشخص و معین بدون کجای سال چیان قد بکنه، حالا چه در گفتگو با من چه با کس دیگری. من یه دقیقه وقت دارم، سوالی دارید پس بگید. این میمونه برای بعدن. یه سوال دیگه هم که هست اینه که برای کسی که من خودم تست تووا دادم، به من گفتن که ADD دارم، ولی ریتالین وقتی استفاده کردم به من تازه بیشتر استراب میده. ممکنه نه ممکنه به همجه که قرصا نصب کنید، قرصای دیگری هست که کار میکنه، ولی چون این قرصا هیچ کنم معالجه نمیکنه، باید تقریبا همیشه بخوری. ولی شما احتمالا میتونید از طریق نورو فیدبک هم معالجه بشید، هم این آسیبا نباشه. ولی قرصای دیگه ای هست که کسی ممکنه بهش ریتالین نسازه ولی ادرال بسازه یا قرصای دیگه بسازه. بنابراین اونو باید با روان پزشک صحبت کنید و گزارش رو بدید و جواب بگید. همیشه من عرض کردم روزی که دارویی بهتون نمیسازه یا ساید افکتایی داره یا اوضاع رو تشدید میکنه، حتما حتما بلا فاصله، حتی تلفنی هم شده، با دکترتون صحبت کنید. یک، ممکنه بگه قطع کن، و دوم براش جانشینی یا تغییری در اوضاع قائل بشه، که اون بحثی است که همیشه داشتم. منم متأسفانه به آخر وقت هم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی ممنون آقای دکتر. تمنا میکنم.